در روزی که سوریه سفیر جدید خود را به بغداد فرستاد دبیر کل سازمان ملل در سفری اعلام نشده به بغداد آمد و از احتمال بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرد دولت سوریه احتمال استفاده از سلاح شیمیایی بر ضد مخالفان را رد کرده است ولی کشورهای غربی چند روزی است برای توجیه استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه مسئله سلاحهای شیمیایی را پیش کشیده و سوریه را تهدید کردند نوری مالکی نخست وزیر عراق به بانکیمون گفت گفتگو تنها راه حل بحران سوریه است و مردم سوریه خود باید آینده را از طریق صندوقهای رأی مشخص کنند به گفته منابع دیپلماتیک لاوروف و کلینتون وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا و همچنین اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه در حاشیه نشست همکاری امنیت اروپا در دوبلین پایتخت ایرلند درباره بحران سوریه نیز گفتگو میکنند معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته همین که آمریکا در نظر دارد نام جبهه النصره را در فهرست گروه های تروریستی درج کند ثابت میکند که واشنگتن به فعالیت گروه های تروریستی در سوریه از آن دارد. امروز یک خودروی بمبگذاری شده در برابر دفتر هلال احمر سوریه در دمشق منفجر شد و بر اثر آن دسته هم یک نفر کشته شد. در روزی که سوریه سفیر جدید خود را به بغداد فرستاد، دبیرکل سازمان ملل در سفری اعلام نشده به بغداد آمد و از احتمال بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرد دولت سوریه احتمال استفاده از سلاح شیمیایی بر ضد مخالفان را رد کرده است ولی کشورهای غربی چند روزی است برای توجیه استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه مسئله سلاح‌های شیمیایی را پیش کشیده و سوریه را تهدید کردند. نوری مالکی نخست وزیر عراق به بانکیمون گفت گفتگو تنها راه حل بحران سوریه است و مردم سوریه خود باید آینده را از طریق صندوقهای رأی مشخص کنند به گفته منابع دیپلماتیک لاوروف و کلینتون وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا و همچنین احسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه در حاشیه نشست همکاری امنیت اروپا در دوبلین پایتخت ایرلند درباره بحران سوریه نیز گفتگو می کنند. معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته همین که آمریکا در نظر دارد نام جبهه النصره را در فهرست گروه های تروریستی درج کند ثابت می کند که واشنگتن به فعالیت گروه های تروریستی در سوریه از آن دارد. امروز یک خودروی بمبگذاری شده در برابر دفتر هلال احمر سوریه در دمشق منفجر شد و بر اثر آن دست هم یک نفر کشته شد. در روزی که سوریه سفیر جدید خود را به بغداد فرستاد دبیر کل سازمان ملل در سفری اعلام نشده به بغداد آمد و از احتمال بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرد دولت سوریه احتمال استفاده از سلاح شیمیایی بر ضد مخالفان را رد کرده است ولی کشورهای غربی چند روزی است برای توجیه استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه مسئله سلاحهای شیمیایی را پیش کشیده و سوریه را تهدید کردند نوری مالکی نخست وزیر عراق به بانکیمون گفت گفتگو تنها راه حل بحران سوریه است و مردم سوریه خود باید آینده را از طریق صندوقهای رأی مشخص کنند به گفته منابع دیپلماتیک لاوروف و کلینتون وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا و همچنین اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه در حاشیه نشست همکاری امنیت اروپا در دوبلین پایتخت ایرلند درباره بحران سوریه نیز گفتگو میکنند معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته همین که آمریکا در نظر دارد نام جبهه النصره را در فهرست گروه های تروریستی درج کند ثابت می کند که واشنگتن به فعالیت گروه های تروریستی در سوریه از آن دارد امروز یک خودروی بمبگذاری شده در برابر دفتر هلال احمر سوریه در دمشق منفجر شد و بر اثر آن دسته هم یک نفر کشته شد در روزی که سوریه سفیر جدید خود را به بغداد فرستاد دبیر کل سازمان ملل در سفری اعلام نشده به بغداد آمد و از احتمال بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرد دولت سوریه احتمال استفاده از سلاح شیمیایی بر ضد مخالفان را رد کرده است ولی کشورهای غربی چند روزی است برای توجیه استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه مسئله سلاحهای شیمیایی را پیش کشیده و سوریه را تهدید کردند. نوری مالکی نخست وزیر عراق به بانکیمون گفت گفتگو تنها راه حل بحران سوریه است و مردم سوریه خود باید آینده را از طریق صندوقهای رأی مشخص کنند به گفته منابع دیپلماتیک لاوروف و کلینتون وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا و همچنین اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه در حاشیه نشست همکاری امنیت اروپا در دوبلین پایتخت ایرلند درباره بحران سوریه نیز گفتگو میکنند معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته همین که آمریکا در نظر دارد نام جبهه نصره را در فهرست گروه های تروریستی درج کند ثابت می کند که واشنگتن به فعالیت گروه های تروریستی در سوریه از آن دارد. امروز یک خودروی بمبگذاری شده در برابر دفتر هلال احمر سوریه در دمشق منفجر شد و بر اثر آن دست کم یک نفر کشته شد. در روزی که سوریه سفیر جدید خود را به بغداد فرستاد، دبیرکل سازمان ملل در سفری اعلام نشده به بغداد آمد و از احتمال بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرد دولت سوریه احتمال استفاده از سلاح شیمیایی بر ضد مخالفان را رد کرده است ولی کشورهای غربی چند روزی است برای توجیه استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه مسئله سلاح‌های شیمیایی را پیش کشیده و سوریه را تهدید کردند. نوری مالکی نخست وزیر عراق به بانکیمون گفت گفتگو تنها راه حل بحران سوریه است و مردم سوریه خود باید آینده را از طریق صندوقهای رأی مشخص کنند به گفته منابع دیپلماتیک لاوروف و کلینتون وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا و همچنین اخذر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه در حاشیه نشست همکاری امنیت اروپا در دوبلین پایتخت ایرلند درباره بحران سوریه نیز گفتگو میکنم. معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته همین که آمریکا در نظر دارد نام جبهه النصره را در فهرست گروه های تروریستی درج کند ثابت می کند که واشنگتن به فعالیت گروه های تروریستی در سوریه از آن دارد امروز یک خودروی بمبگذاری شده در برابر دفتر هلال احمر سوریه در دمشق منفجر شد و بر اثر آن دست هم یک نفر کشته شد در روزی که سوریه سفیر جدید خود را به بغداد فرستاد دبیر کل سازمان ملل در سفری اعلام نشده به بغداد آمد و از احتمال بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرد دولت سوریه احتمال استفاده از سلاح شیمیایی بر ضد مخالفان را رد کرده است ولی کشورهای غربی چند روزی است برای توجیه استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه مسئله سلاحهای شیمیایی را پیش کشیده و سوریه را تهدید کردند نوری مالکی نخست وزیر عراق به بانکیمون گفت گفتگو تنها راه حل بحران سوریه است و مردم سوریه خود باید آینده را از طریق صندوقهای رأی مشخص کنند به گفته منابع دیپلماتیک لاوروف و کلینتون وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا و همچنین اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه در حاشیه نشست همکاری امنیت اروپا در دوبلین پایتخت ایرلند درباره بحران سوریه نیز گفتگو میکنند معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته همین که آمریکا در نظر دارد نام جبهه النصره را در فهرست گروه های تروریستی درج کند ثابت می کند که واشنگتن به فعالیت گروه های تروریستی در سوریه از آن دارد امروز یک خودرو بمبگذاری شده در برابر دفتر هلال احمر سوریه در دمشق منفجر شد و بر اثر آن دست کم یک نفر کشته شد در روزی که سوریه سفیر جدید خود را به بغداد فرستاد دبیرکل سازمان ملل در سفری اعلام نشده به بغداد آمد و از احتمال بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرد دولت سوریه احتمال استفاده از سلاح شیمیایی بر ضد مخالفان را رد کرده است ولی کشورهای غربی چند روزی است برای توجیه استقرار سامانه ضد موشکی پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه مسئله سلاح‌های شیمیایی را پیش کشیده و سوریه را تهدید کردند نوری مالکی نخست وزیر عراق به بانکیمون گفت گفتگو تنها راه حل بحران سوریه است و مردم سوریه خود باید آینده را از طریق صندوقهای رأی مشخص کنند به گفته منابع دیپلماتیک لاوروف و کلینتون وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا و همچنین اکثر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه در حاشیه نشست همکاری امنیت اروپا در دوبلین پایتخت ایرلند درباره بحران سوریه نیز گفتگو می کردم. معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته همین که آمریکا در نظر دارد نام جبهه النصر را در فهرست گروه های تروریستی درج کند ثابت می کند که واشنگتن به فعالیت گروه های تروریستی در سوریه از آن دارد امروز یک خودروی بمبگذاری شده در برابر دفتر هلال احمر سوریه در دمشق منفجر شد و بر اثر آن دسته هم یک نفر کشته شد